خب یعنی نبودی در جان امکانه گفت که توانستی گل معنا شکفت گفتگوی داشتی با دکتر نوریالای عزیز درباره ادبیات ایران. این ادبیات واقعا لایقه و هیچ گونه تبعیضی قائل نمیشه ما بین دیگر اندیشان مذهبی، عشق رو تشویق میکنه، از همه مهمتر تساهل رو، تحمل رو، نرمش رو، انعطاف رو، و در میان کمتر ملتی در این دنیا میشه ادبیاتی با این ویژگی با این خصوصیات پیدا کرد. اجازه که دق قلباب بکنیم چهره خانه آقای دکتر اسماعیل نوریالا منتظر ما هستند. رو در شما دکتر نوریالا. سلام میکنم خدمت شما امیر گرامی و بینندگان و شنوندگان برنامه تون. امیدوارم خوب باشید. قربان شما بدنستم. خیلی ممنون. خب دکتر نوریالا امروز ما رو میخواید ببرید به سراغ چه شخصیتی، کدام چهره؟ بله عرض کنم که من در برنامه قبلی بله مطالبی رو راجب حزب توده گفتم. بله بله. و بعد فکر کردم، بعدم که خب در انتهاش داستان برخورد خودم رو با زنده یاد احسان طبری شرح دادم. بله بله. این بود که فکر کردم که شاید بد نباشه بقیه تجربه های خودم رو با شخصیت هایی که یا زمانی به حزب توده متعلق بودن بعد خارج شدن و یا اینکه تو آخرش هم با حزب توده باقی موندن، اونها رو هم توضیح بدم. شاید یک تصویر کاملتری از آنچه که در ذهن من راجع به حزب توده میگذره عرض کنم که بیان بشه. فوق العاده. نمیدونم. امشب من میخوام داستان، شاید امشب و عرض کنم که برنامه بعدی برای که ممکن که خیلی طول نکشه، عرض کنم که یکی از دوستان عزیزم رو که مثل برادرم دوست می داشتم و در جریان قتل‌های زنجیره‌ای ماموران وزارت اطلاعات کشتنش براتون تعریف بکنم. من 20 سال داشتم که در کنکور دانشکده ادبیات تهران رشته زبان انگلیسی عرض کنم که قبول شدم. در اواخر سال اول دانشکده که 1341 بود عرض کنم که یه روزی نشسته بودم در یه چمنی روبروی در دانشکده ادبیات در سایه این ساختمون عرض کنم که دانشکده و نهای زیبا چمنی بود، نشسته بودم اونجا داشتم درس میخوندم، خودم برای امتحان آماده میکردم. در این بین دیدم یه جوان قد بلند موفرفری عینکی سیویل استالینی داشت و عرض کنم که داری میاد طرف من. اول فکر کردم که میخواد رد بشه، بعد دیدم نه، مستقیما اومد روبروی من ایستاد، سلام کرد و منم جواب سلامشو دادم، ولی معلوم بودش که خب نمیشناسمش. ایشون گفتش که شما منو نمیشناسی، من همشاگردی شما هستم در کلاس زبانهای انگلیسی دانشگاه ادبیات و یک بار هم شما رو در کلاس دیدم. گفتم خیلی خوشحالم و اینها. گفتش که من چون در تهران کار نمی کنم و زندگی نمی کنم، نمی تونم مرتب سر کلاس حاضر بشم، فکر کردم که الان که شما رو دیدم که اینجا نشستید، فکر کردم بیام باهاتون صحبت بکنم ببینم مثلا این دو سه ماهی که من کلاس نبودم معلم‌ها چی درس دادن، حرف چی بوده غیره، و ما باید در امتحان خودمون رو برای چی آماده بکنیم. و حالا منم از جام بلند شدم جلوش ایستادم، اونم دستش رو دراز کرد و گفت من غفار حسینی هستم و همشاگردی شما. منم گفتم خیلی خوشحالم و عرض کنم که شروع کردیم از این ور اون ور با هم دیگه صحبت کردن. تنگ غروب بودش و من عرض کنم که میخواستم برگردم برم خونه مادری و پدری، نه مثل دکتر نوریزاده بگم خانه پدری، خانه مادری بود بیشتر واقعا. عرض کنم حضورتون که ایشون به من گفتش که من میشه خواهش بکنم که حالا بریم با هم یک شامی بخوریم بعد شما برید. من گفتم مانعی نداره، سر چهارراه پهلوی
عرض کنم که و خیابون شاهرضا یک مشروب فروشی بزرگی بودش. رفتیم اونجا نشستیم و دمی به خمره زد. بله میگم دمی به خمره زدید. بله ایشون به بودکایی سفرش داد و بعد نمیتونه الان یادم نمیده غذاهایی هم کبابی مبابی حرفا و از این در و از اون در صحبت کردن و از من کنجکاوی کرد که تو چه میکنی چه میدونی حرفا. من گفتم که آره من خیلی به شعر و شاعری علاقه دارم و ادبیات انگلیسی هم به همین دلیل انتخاب کردم که با ادبیات انگلیسی و شعر انگلیسی و همه آشنا شدم که یهو گل از گلش شکفت و گفتش که میدونی منم شاعر هستم. گفتم عجب. بعد شروع کرد راجع به شعر گفتن و شعر نیمایی و این حرفا صحبت کرد و خلاصه حرفمون گل انداخت. و یه هفته ایشون در تهران بود، ما دیگه از صبح که میرفتیم دانشگاه با هم بودیم، شب هم شام رو با هم میخوردیم و خداحافظی میکردیم میرفتیم. آدم بسیار جالبی بود، معلوم بودش که آدم بسیار تنهاییه. فهمیدم که در یکی از این تلمبه خانه های خط لوله نفت در نزدیکی ازنا فکر میکنم بودش، در اونجا کار میکرد. بیابونی بود و عرض کنم که تلمبه خانه ای و اینها هم شیفتی کار میکردن و ایشون همینطور که نشسته بود پشت اون دستگاه کنترل و حرکت نفت و لوله ها و فشار نفت و اینها رو بررسی میکرد، عرض کنم که شعرم میگفت. بعد در یکی دیگه از این نشست هایی که با هم داشتیم معلوم شدش که عاشقم هست و برام تعریف کردش که این در همون نزدیکی تلمبه خونه شرکت نفت یک عرض کنم که باشگاه کوچکی داره که کارگرا و کارمندا و این حرفا میرن عصرا اونجا و در اونجا یه دختر خانومی که از خانواده یکی از کارگرا هست برای دیدن داییش آمده بود به اونجا و ایشون یک دل نه صد دل عاشق این خانم شده بود. اما نه عرض کنم که اطلاع داشتش که این خانوم کجاست چه میکنه و غیره و نه روش میشد که بره از داییه بپرسه که آقا این خواهرزاده شما کجاست. این بودش که یک عشق صدایی در سرش بود و همینطور در باره این شعر میگفتش. پس از مدتی من دیدم که این یه حرفای بودار سیاسی هم میزنه. اولا دیدم که این به شدت از پلیس بدش میاد و تا اسم پلیس میاد مثل این که جرم به اسم الله این برمیاشوه و بعدم همش راجع به مبارزه علیه عرض کنم که سرمایه‌داری و اینا صحبت میکنه و بالاخره به من گفتش که من در سال 1327 که جوان بودم و خودش متولد 1313 بود و من رفتم، من در پالایشگاه آبادان کارگر برق بودم و در اونجا عضو حزب توده شدم و عرض کنم که خیلی هم فعال بودم در جمعیت های کارگری. میرفتم مثلا یه تو نهارخوری کارگری شروع میکردم برای کارگران صحبت کردن و پلیس منو شناخته بود و چند بار منو گرفته بود و کتک زده بود و بالاخره 28 مرداد که شد من فهمیدم که حسابم رو میرسند، از آبادان فرار کردم اومدم تهران و چون جایی نداشتم که برم رفتم خودم رو داوطلبانه به سرباز خود معرفی کردم و شدم سرباز و سربازی رو گذروندم و اینها و بعد از سربازی هم رفتم کارهای مختلفی کردم و عرض کنم که بالاخره تونستم به طور شبانه دیپلمامو بگیرم و چون در پالایشگاه آبادان درس کار کرده بودم و با قبل از عرض کنم که ملی شدن صنعت نفت رفته بود اونجا با سرکارگرای انگلیسی و این حرفا سر کار داشتیم، کم و بیش انگلیسی هم یاد گرفتم. بعد پیش خودم هم کتاب های خوندم و آمدم در دانشگاه تهران در رشته در کنکور رشته انگلیسی هم قبول شدم و شدم همشاگردی تو و خب این برای من معنیدار تر کرد
این نفرتش رو نسبت به پلیس و عشقش رو به مبارزات عرض کنم که با سرمایه‌داری حالا میگفتش. اما من همچنان کنجکاو بودم که این شدت عرض کنم که نفرتی که داره و عشقی رو که به علاقه به مبارزه و اینها داره، این از کجا سرچشمه میگیره؟ البته اون موقع 28 سالش بود، 8 سال از من بزرگتر بود، ولی به هر حال از نمیدونم 16-17 سالگی رفته بود و توی حزب و سازمان جوانان و بعد خود حزب و اینها، و ولی یک نوع پیوستگی و علاقه عجیبی به این مسائل داشت و بعضی وقتا به خصوص وقتی که یک کمی سرش گرم میشد از مشروب شروع میکردش بد گفتن به سرمایه‌داری و غیره. و عرض کنم که بعد مثلا عشق بزرگش استالین بود و برای من تعریف میکرد که آره استالین یه آدمی بودش که در گرجستان عرض کنم که شبها توی جعبه های مقوایی میخوابید، اینقدر فقیر و بیچاره بود و در جریان انقلاب رفتش با حزب کمونیست و با بلشویک ها و این حرف ها و خلاصه وردست لنین شد و بعدم که لنین مرد جانشین لنین شد و این اسم استالین هم که بهش میگن این لقبشه و معنای این مرد فولادینی همچی چیزایی هستش. خلاصه شیفته بار از این حرف ها میزن. خب این شیفتگی ناشی از مطالعه هم بود یا نه سطحی‌نگر بود؟ یعنی مطالعات عمیق داشت روی این؟ نه خیر. عرض کنم که این گذشت در... بعد دیگه ما امتحانمون دادیم و رفتیم سال دوم و عرض کنم که ایشون هم همینطور یه دو ماهی میرفتش به بیابون توی اون تلمبه خونه کار میکرد، بعد میامد و خب آدم تنهایی بود، حقوق بدی هم نمیگرفت، بنابراین این که میامد جشنی واسه ما بودش، برای اینکه ما رو میبردش به رستوران‌های مختلف و عرض کنم که غذاهای خوب و این حرفا. بعد از طریق من با دیگر دوستان هم آشنا شدش و با عرض کنم که بیزایی و استپانلو و آشوری و خلاصه جزء بر بچه های ما شد در اونجا، تا اینکه یک دفعه که عرض کنم که در ضمن سال بعد که کنکور دانشگاه بود، من یادمه به طور تصادفی من و قفار حسینی تو خیابون دانشگاه داشتیم به طرف در دانشگاه می رفتیم، یهو دیدم این ایستاد، وحشت زده ایستاد، گفتم چی شده؟ گفت خواهرش. معلوم شد که خواهر اون دختر خانومی که در اون نوازیده یهو اینجا پیدا شده و این خانوم آمده که در کنکور شرکت کنه. گفتم خب بیا بریم باهاش سلام علیک کن. گفت آه من چجوری میتونم برم سلام علیک کنم اینا. خلاصه من اصرار کردم و به اصطلاح شیرش کردم، رفتیم جلو. رفتیم جلو، این سلام کرد و اون خانمم یه نگاهی کرد اینو شناخت، چون که این مثلا جزو کارمندای شرکت نفت بود، دایی اون جزو کارگرای شرکت نفت بود، بنابراین اینها در اون باشگاه شرکت نفت برای خودشون برو بیایی داشتن. به هر حال از این ور از اون برا شوخی شوخی حال خواهره رو پرسید و گفتش که خیلی دلم میخواد شما رو ببینم و قرار گذاشتن که عرض کنم همدیگر رو اون بره خواهرش رو بیاره و با همدیگه عرض کنم که آشنا بشند و بالاخره این آشنایی هم البته به ازدواج کشید و عرض کنم که مام در عروسی آقای غفار حسینی شرکت کرد. اما نکته جالبی که برای من پیش آمده بود این بود که یک شب که دیگه سرش گرم بود و از این ور اون ور صحبت میکرد، شروع کرد راجع به بچگی خودش صحبت کردن و گفت که اولا سید بود، سید غفار حسینی بود و پدرش یه سیدی بودش که در یکی از دهات علی گودرز نزدیک خومین عرض کنم که اینا زندگی میکردند و او در اون ده به دنیا آمده بود و پدر سید صاحب کرامتی بود و مردم نظر میکردند و این غیره، خیلی احترام میگذاشتند به این خانواده و این هم بزرگ که شده بود گویا صدای خوشی هم داشت که البته بعدا عرق سگی خرابش کرده بود و در کودکی عرض کنم که از اونگوی مسجد شده بود و تو تعزیه ها یکی از دو طفلان مسلم رو بازی میکرد و از این حرف ها. و برای من تعریف کرد که
این عشقش در اون کودکی یک سگ بوده، یک سگ سفیدی داشته و عرض کنم که این تو خونه اینا میلولیده و اینم عاشق این سگی بوده، مرتب با این بازی میکرده، سگ نری بود. در ده اینها عرض کنم که گویا وسط ده یک قلعه وجود داشتش که ارباب در اون قلعه زندگی میکرد. و حالا چگونه اتفاق افتاد که ارباب هم سگ ماده ای داشته و این سگ آقای غفار حسینی میرود آمیزش میکند با سگ ارباب و این موضوع بر ارباب خیلی گران تمام میشه و دستور میده که همه اهالی ده بیان وسط ده و سگ غفارم کشان کشان ببرن. حالا غفارم با باباش اون به تماشا ایستاده، تفنگشو میاره و تیر میزنه و سگ غفار رو میکشه. عجب. خب غفار میگفتش که روزگار بر من سیاه شد، من دیدم دیگه من تحمل زندگی در این ده رو ندارم، یا اینکه باید برم یه جوری این ارباب رو بکشم یا اینکه باید از این ده بیام بیرون. خلاصه فرار میکنه از ده، شبانه فرار میکنه و میره به علی گودرز و در علی گودرز میره در منزل یک بازاری نوکر میشه و میگفتش که خیلی بر من سخت میگرفتن و گاهی کتکم میزدن و غیره. پس از مدتی هم میشنوه که در آبادان عرض کنم که پالایشگاهی وجود داره و کارگر اونجا استخدام میکنن، از خونه اون ارباب هم فرار میکنه و میره به پالایشگاه. عرض کنم که به پالایشگاه و در اونجا میشه کارگر غیر ماهر برق توی پالایشگاه. و این نعش این سگ من میدیدم که همیشه با اوست. عجب. و وجود این رو پر از نفرت و کینه کرده است. خب یه بچه ای فرار کرده از ده، رفته نوکر شده، از اونجا را افتاده رفته پالایشگاه آبادان کارگر شده، کسی رو تو دنیا نمیشناسه، از خانوادش هم خبری نداره و تنها ملجایی که پیدا میکنه حزب توده است. و این با پیوستن به حزب توده عرض کنم صاحب خانواده میشه، صاحب رفیق میشه، صاحب همراه میشه و شروع میکنه توی اون کلاس های درسی که اونجا میذاشتن راجب پرولتاریا، راجب انقلاب کارگری، راجب حکومت شوراها و این حرفا، معلم ها میامدن برای اینا شرح میدادن و این هم میگفتش که کار ما این بودش که مرتب روی کارگرهای دیگه کار میکردیم که اینا رو بیاریم. میخوام بگم که علت پیوستگی غفار حسینی به حزب توده بیشتر این تجربه شخصی او بود. یعنی اون چیزی که مثلا مارکس میگفتش که عرض کنم که کاپیتالیسم، یا لنین میگفتش که مثلا امپریالیسم تکامل یافته ترین شکل کاپیتالیسمه، اینها برای این معنی نداشت. این یه جبهه داشت، جبهه اون اربابی که با تیر زده بود سگر کشته بود و یه جبهه هم که خودش که یک جوان معصوم و مظلوم ستم دیده بود. ستم برای او در یک تجربه شخصی معنی پیدا میکرد و ترجمه میشد و در نتیجه آموزه هایی هم که از کلاس های حزب میگرفت باز توی این دستگاه تجربه شخصی گواریده میشد و حزم میشد. و عرض کنم که خب گذشت، ما با هم دیگه با همه اون دوستان دیگه‌مون یک گروه تشکیل دادیم به نام گروه طرفه و در اونجا شروع کردیم کارهای ادبی خودمون رو منتشر کردن. در همون جنگ اولی که منتشر کردیم در سال 1342 عرض کنم که هم من مطلب داشتم، هم غفار مطلب داشت، سپانلو، بیزایی، آشوری، همه خود آثار خودمون رو خودمون منتشر کرده بودیم چون اهل رسانه ها کارهای ما رو منتشر نمی کردن. بعد عرض کنم که خب درسمون تموم شد و فارغ التحصیل شدیم ولی دوستی ما بیشتر و بیشتر و بیشتر شد تا اینکه بنده
در سال 1343 در امتحانی سازمان برنامه گذاشته بود برای استخدام مترجم و من در اون شرکت کردم و موفق شدم و استخدام شدم در سازمان برنامه. من رو گذاشتن به عنوان مترجم، عرض کنم که این کارشناسان سازمان ملل که به ایران می آمدن برای اینکه در کار توسعه به خصوص مسائل توسعه صنعتی با ایرانی ها همکاری کنن، من اینا رو بعد می بردم این ور اون ور و در جلسات مختلف هر کجا که لازم بود مطالب رو برایشون ترجمه می کردم و غیره. غفار حسینی هم عرض کنم موفق شد بالاخره خودش رو از تلمبه خانه منتقل بکنه به شرکت نفت تهران و در اونجا حقوق خوبی داشت و منزلی گرفت و صاحب فرزندی هم شد که اسمش گذاشت مانلی و میگذشت دیگه روزگار ما. تا اینکه عرض کنم که یک روز در اون موقع رسم این بود که وقتی میخواستن سازمان جدیدی رو در ایران تأسیس بکنند اول میامدند یک گروه سازمان برنامه رو جدا میکردند که اینها برند و اساسنامه اون سازمان و غیره تهیه بکنند و بعد اون سازمان رسمیت پیدا کنه. در اون موقع یکی از مواد انقلاب شاه و مردم هم عرض کنم که همین چیز بود، مسئله شرکت های تعاونی بود و قرار بودش که یه اداره درست بشه به نام سازمان مرکزی تعاون کشور و از سازمان برنامه خواستن که چند نفر برن و آقایی بود به نام شهبازی که الان هم در همین LA شما هستش و معاون آقای هویدا بود، ایشون شد رئیس ما و من هم مترجم بودم برای اینکه اساسنامه های مربوط به شرکت های تعاونی هندوستان، پاکستان، جاهای دیگر رو به فارسی ترجمه کنیم تا بشه از مجموع اونها یه اساسنامه‌ای برای سازمان ایرانی نوشت و احتیاج به مترجم داشتیم که عرض کنم که همین دوست خواننده مشهور ما، حالا اسم اونم از ذهنم پرید، عرض کنم که او مترجم بود در اونجا، من و او و منم غفار حسینی رو معرفی کردم با آقای شهبازی و او رو هم از شرکت نفت منتقلش کردن به عرض کنم که همین سازمان مرکزی تعاون و ما ستایی توی یه اتاق میشستیم و روزا به کار ترجمه مشغول بودیم. در اونجا بود که یک بار غفار به من گفتش که من تصمیم زندگیمو گرفتم. گفتم میخوای چیکار بکنی؟ گفتش که من هرچی فکر میکنم جبهه جنگ با امپریالیسم هر جای دنیا که باشه ما باید خودمونو برسونیم به اونجا و در جنگ شرکت بکنیم و من تصمیمو گرفتم میخوام برم ویتنام و در ویتنام با امریکایی ها بجنگم. بیداد بیداد آقا این دیدم نه شدیدن مصممه و بعد از مدتی هم آمد گفتشو عرض کنم که خیلی جالب بودش این. خب خود به خود نظرش راجب دولت هم بد بود، راجب همه تشکیلات هم بد بود، ولی در این حال خب کارمند دولت بود و حقوق بگیر دولت بود. کنجکاوی عجیبی هم داشت که این چیزها رو، این حرفهایی رو که راجب مثلا حق بازی ها تقلب در انتخابات و اینا رو میزنن و این شنیده بود و تکرار میکرد، این رو تجربه بکنه. به همین دلیل از وجود آقای شهبازی که معاون نخست وزیر بود استفاده کرد و رفتش توی یکی از این حوزه های انتخاباتی، فکر میکنم مسجد سپهسالار، رفت در مسجد سپهسالار شد عضو ناظر بر صندوق های رأی و چند وقت بعد آمده بود تعریف میکرد که آره تمام روز آمدند و رأی انداختن تو صندوق ها و این حرفا. بعد وقتی که چیز تموم شد، روز یعنی ساعت انتخابات تموم شد و درها رو بستند، بعد از سقف مسجد با تناب یه سری صندوق فرستادن پایین، این صندوق ها رو برداشتن بردن و ما این صندوق ها رو خوندیم و یادمه که آقای بود به نام شیخ باهایی که اونم مثل این که معاون نخست وزیر بود
از طریق شهبازی این با شیخ بهایی دوست شده بود و از طریق او رفت بود تو این کار و آمده بود میگفتش که من دیگه به تجربه دریافتم که حکومت پلیسی داره چجوری مسخره میکنه این حرفا، دموکراسی و غیره. باری این تصمیم گرفتش که بره ویتنام و رفتن ویتنام رفته بود تحقیق کرده بود و گفته بودن که باید بری پاریس، در پاریس وصل بشی به این ویتکونگا و این حرفا و از طریق اونا بری به ویتنام. یه روزی خلاصه آمد و گفتش که من عازم شدم و خلاصه زن و بچه من دست شماها سپرده، من میرم و اگر که کشته شدم که کشته شدم، اگرم برگشتم که یه کاریش میکنیم. و رفت به پاریس. عرض کنم که یه مدتی گذشت و نامه هایی ازش می آمد و دیدیم هیچ خبری از رفتن به ویتنام نیست. این خیلی تو پاریس جا خوش کرده و عرض کنم که رفته توی یه کلاس زبان فرانسه هم اسم نوشته و عرض کنم که راجب این که پاریس چگونه است و دنیا چجوری حرفا. و بعد یه دو سالی اونجا بود تا اینکه با یک دختر و پسر فرانسوی با اتومبیلی که اونا داشتن از پاریس آمدن به تهران و ما رفتیم به دیدار غفار. دیدم که غفار به کلی عوض شده. اولا یه پیپی میگرفت گرفته بود میکشید و بعدم همهش صحبت میکرد راجب این که چقدر این کمونیست های سنتی در اشتباه بودند و نه شروع کرد از استالین. بعد گفتن برای من خیلی حیرت انگیز بود که چطور استالین که قهرمان زندگی او بود اینجور عوض شده. گفت نه ما اشتباه کرده بودیم و اسم عرض کنم که چند تا از این بزرگان از این چپ نو رو آورد و کتاب های اونا رو خونده بود و اینا و خلاصه گفتش که آره من اشتباه کرده بودم، من اصلا معنی کاپیتالیسم رو نمیفهمیدم، معنی امپریالیسم رو نمیفهمیدم و اصلا راه اون نیست و اینا. گفتیم حالا بخوای چیکار بکنی؟ گفت چی میخوام برگردم برم به عرض کنم که پاریس و دکترام اونجا بگیرم. و رفتش به پاریس دیگه. عجب 30 ثانیه دیگه وقت داری. بعد حالا به هر حال بقیه داستان زندگی او رو اگه تونستم هفته دیگه حتما چون بد نیستش، ولی به هر حال میخوام بگم که من از نزدیک شاهد این بودم که یک آدم معتقد عرض کنم که با عشق تمام به یک ایدئولوژی نزدیک میشه، اما دلایلش دلایل شخصی و درونیه، نه دلایل دانشی علمی. و آگاهی. کاملا درست، کاملا. من خود منم شاهد بودم خیلی از کمونیست‌های سرسختی که بعد آشنا شدن با همین افکار جدید و نو به ویژه در قلمرو مارکسیسم و به کل تغییر عقیده دادن، به کل. و برخیشون رفتن حتی به سازمان‌هایی که اون سازمان‌ها یه نوعی مواضع ضد اون سازمان و گروه مبدأ رو داشتن. تشکر میکنم از دکتر اسپانی نوریالا. دنبال میکنیم زنده یاد غفاری هفته آینده. امیر جان تشکر میکنم. امیران عزیزم سپاسگزار. خداحافظ. خداحافظ شما.